با سلام مجدد، امروز ما نوید باها رو یکی دو تا رسای کتاب زد کردیم. خوشبختانه طبیعت به ما کمک کرد با این زد و برق شدید که حتما صداش توی فیلم نید. امروز 5 اردیبهشته که دیدم داره رگبار میاد، بارون میاد، خیلی خوشحال شدم. امیدوارم همیشه مملکت ما پر از آب و شادی و سرسبزی باشه. خب این باز کتاب اول، یه توضیح کوچیک راجع به این کتاب بدم. بعد دوستان راجع به علائمش پرسیدن که یه جلسه کامل راجع به علائم گفتیم که چه علامت داره، فقط به اون درس آشای مختلف نرسیم. به این دلیل این کتاب با ارزشه. این کتاب به این دلیل ارزشه که درس 17 این کتاب دولاچنگ رو شروع کرده. لویران تا آخرش اصلا دولاچنگ وجود نداره. من اگه با یه چیز مخالفت میکنم استدلالم قویه، منطقم قویه و سعی میکنم ایرنی برخورد کنم. خب با تشکر از این مقدمه که خانم آزاده شمس و دوست قدیم و عزیز و ویولونست نازنین بهرنگ آزاده نوشتم، من متاسفم تا الان ندیده بودم. امروز خوندم کتاب بازسازی کتاب آقای خالقی هنرستان. ترجیح دادم حتما با شما در مورد زدم، خیلی زیبا نوشتم در ارتباط و ادامه اون صحبتی که راجع به ویولون ایرانی داشتیم. بعد میپردازم به فواصلی که خیلی خیلی مهمه، به خصوص آقای حنانه و آقای فرهاد فخردینی در کتاب جدیدشون تجزیه و تحلیل و فرمشناسی خیلی دقیق و زیبا توضیح دادن. یه اشاره امروز مختصر میکنیم. ببینید این نوشته که در مقدمش کتاب های متد آموزش ویرونانی در چاپ اینا سریع رد میشین که وقت شما نگیریم. این سری کتاب های با ارزش تا سال 1357 در هنرستان موسیقی ملی تدریس میشد و بعد از آن متأسفانه آموزش آنها کنار گذاشته شده است و به طور کلی ویولون ایرانی از صحنه آموزش رسمی کشور به دلیل انتقاد دو گروه هست شد. یک، نوازندگان ویولون کلاسیک که نظرشان این بود چون ویولون ساز ایرانی نیست نباید با آن موسیقی ایرانی اجرا شود. اولا نظرشون نظر خیلی غیر علمیه. بعد این دوستانی که اینقدر تأثیر دارن راجع به موسیقی کلاسیک و ویولون کلاسیک، اول شناسنامه‌شون بیارن ما ببینیم کجا به دنیا اومدن. تو کوچه پس کوچه پاریس به دنیا اومدن یا بچه این آب و خاک کرد. واقعا متاسفم براتون. یک دلیل دومش، دو، برخی از نوازندگان سازهای ایرانی بر این عقیده بودن که ویولون جایگزین کمانچه شده و باعث فراموش شدن آن شده است و میشود. هر سازی جایگاه خودشو داره و ما میتونیم بگیم قیچک نباشه. خب توانای ویولون 100 برابر قیچکی، ولی قیچک هم بعضی استفاده میکنن، هیچ ایرادی نداره. سازها جدید هم میسازن که مثلا صدای بم باشه، کمانچه که بم صدا بده، اصلا اینا ایرادی نداره. چه ربطی به ویولون داره؟ جایگاه ویولون یه چیزی که از ویولون یه ساز جهانی، تمام جهان استفاده میکنن. اجازه آخرشو بخونم. حالا اینشون همون حرف منو زدن که وقت تلف نشه، اسامی ویولونیست‌های بزرگو که واقعا آهنگ‌های بزرگ و نوستالژی که موسیقی وطن ما مدیون این آقایونه که گفتم: سبا، مجید وفادار، عباس شاپوری، یا حقی، بدیعی، شاپور نیاکان، خیلی زیاد، همه ویولونیست بودن، همه ویولون ایرانی می‌زدن. 90% آهنگ‌های زیبا و جاودان این مملکت به واسطه ویولونیست‌ها ساخته شده. یه دونش کمانچه زن نبوده. نمی‌خوام من تخطی بکنم ساز کمانچه یا بچه کمانچه زن، ولی میگم ببینید حس و حال ویولون یه چیز دیگه است دیگه. خب نوشتن ما توی سفری که به کشور آلمان داشتیم این موضوع رو با پروفسور رایمون فوگلس، امیدوارم درست تلفظ کنم اسمشون رو، رئیس مرکز موسیقی جهانی و یکی از دانشجویان ایشان مطرح کردیم و دریافتیم که این گونه برخورد با ویولون ایرانی نه تنها از نظر آنها، بلکه از نظر علم اتنوموزیکولوژی من اشتباه گفتم مردود است و این نظر را داشتم که وقتی سازی وارد فرهنگی می شود از نظر هنرمندان و مردم آن کشور اقبال پیدا می کند و برای اون متد نوشته می شود، در واقع وارد هنر آن کشور شده است. ویولون به وسیله یا حقی و بدی و قبل از اون بقیه ویولونیست‌ها و سبا وارد هنر مملکت ایران شده. من که معتقدم این ویولون ساز ما بوده، وارد هنر موسیقی کلاسیک شده. آقایون برید تاریخ رو بخونید، بگم سواد پیدا کنید، بی خودی ویولون ایرانی رو نکوبید.
نظیر ورود ویولون به موسیقی رسمی کشورن و حذف آن کار درست نیست. خب حالا شما تو آموزش هنرستان و دانشگاه حذف کردید، به کجا رسیدید؟ من هر روز بدون استثناء از تمام شهرستان‌ها اینا دوستانی هستن که ایرانی میزنن، ویولون هم میزنن و میان اینجا پیش من. میشینیم تبادل نظر میکنیم. خب بگذاریم. هزار بار دیگه من این حرفا رو تکرار میکنم. ببینید یه مسئله خیلی خیلی مهم که تارا عذر میخوام از همه شما، خیلی مهمه و من یادم میرفت که برای شما توضیح بدم، اینه که این موسیقی و هنر ایرانیه، چند هزار سال سابقه داره و گوش ایرانیه. الان چند تا از پروفسور موسیقی من شنیدم در کنفرانس هایی که بوده گفتن که حیف این فواصل سروپرده که در موسیقی شرق و غرب ایرانی هست، ما برگردیم وادر موسیقی کلاسیک هم بکنیم، بلکه فاصله زیبای گوش عادت کنه زیباست دیگه. حالت های بشری رو با این فواصل میتونیم توضیح بدیم، قلب غم و درد و اندو با این فاصله موسیقی ایرانی بهتر از هر موسیقی جهان ما میتونیم توضیح بدیم. فراموش نکنید، چون من همیشه گفتم فرهنگ ایرانی و نژاد ایرانی برترینه. بگذاریم ببینید، من گام شور میو میزنم از می تا می فاصلی، چون اشاره کردیم به شروع بارها هم توضیح دادم. ببینید شما از گردش ملودی 3-4 تا نوت اول شوره، اطراف نوت شاید اون کمیه، شما از این میتایمی یه میلی ملودی بسازید، آوازش رو زدید. حالا آرشاب گاهی اوقات دتاشه باشه، نرم باشه، لگاتو باشه، خیلی ملایم، خشن باشه، نه. اون بستگی به حس شما داره دیگه، هیچ قاعده وجود نداره، هر چی خواستید بزنید. خب ببینید فا سریه، از می تا می فقط فا سری میشه شور از می. حالا از فا تا فا در سگاه فا که تو گامشناسی نوشتن از رب داره، باز من معتقدم که از فا تا فا بلکه سگاه درک کنیم، الان وارد اون نفس نمیشیم. از فا تا فا من میزنم، سگاه میخوام بزنم، این فای سوری که من در شور زدم با فای سوری که در سگاه زدم یه نقطه نیستن، یادتون باشه. آقای فرهاد فخردینی شور لا رو مثال زدن در کتابشون، گفتن شور لا فقط 30 کرونه میزنم، این شور لا رو زدم فقط 30 کرون نوت شادم لا. آقای فراز فخردینی درستی و صحیح توضیح دادن، تجزیه تحلیل کردم که اگه تو همین گاما بریم روی دو بازی، ترک اجرا کنی، این سی کرونی که ما در ترک اجرا میکنیم با ما سی کرونی که همون نقطه هست همون جاست، ولی سی کرون به دو نوت دو نزدیکتره. در بیات ترک سی کرون ما یک کوما نیم کوما حس تشخیص میده، نگوش، با دستگاه های اندازه گیر فرکانس میتونیم ما اینو قشنگ تشریح کنیم. پس یادتون باشه که وقتی میگیم شور از می فاسوری و سگا از فا فاسوری، فاسوری سگا به نوت سل نزدیکتره، به عبارت دیگه یک کمی بیشتره. من بارها دیدم آقای شریف خدمتشون بودم یا آقای عبادی میخواستن شوره با تا شوره ره بزنن، میش کرون بود، اگه همون از همون جا میخواستن سگای می کرون بزنن پرده رو جابجا میکردن. تو ویولون گوش و حس این کار رو میکنه. پس یادتون باشه وقتی ما میگیم شور فاسوری، اگه سگا خواستیم بزنیم یه خیلی کوچولو حس گوشا نمیشه با تیونر اینو اندازه گرفت، فقط با گوش. فایی که در سگا میزنیم از نظر فرکانس بیشتر از فای سولیه که در شور میزنیم، یعنی به سول نزدیکتره. و من جلسه دیگه هم باید حتما کتاب آقای فخردینی که بسیار تجزیه و تحلیل موسیقی عالی واقعا نوشتن بیاریم از روی کتاب مستند برای شما توضیح بدم. این نکته خیلی اساسی بود که من امروز می‌خواستم بگم. قربان همگی، ممنون.